پس دلگرم باشید به این که یه روزی امام زمان ما خواهد آمد و انتقام خواهد گرفت و هدف خلقت را محقق خواهد ساخت. اهداف بعثت و رسالت رو در عالم لباس عمل به تنش خواهد کرد. اما یک شرط داره، این که ما فردای ظهور امام زمان رو بخواهیم با عافیت درک کنیم و از برکات وجودی اون ذات قدیس بهره مند بشیم، یک شرط داره، یک شرط اساسی، و اون ایمان به حضرت بقیت الله در عصر غیبت و در دوران شکوه مند ظهور اون بزرگوار است که خدا در قرآن می‌فرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وجود نازنین حضرت بقیت الله سلام الله علیه، هرچند این آیه ظاهرش مربوط به قصه دیگری است، اما آیات قرآن تأویل دارد، باطن دارد و حقیقت معانی باطنی و تأویلی قرآن را اهل بیت قرآن و اهل ذکر می دانند که خود قرآن می فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا در جای دیگر می فرماید بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آیات قرآن یک آیات بینات و واضح و روشنی است، اما نه برای همه، در سینه کسانی که به آنها علم داده شده، نه کسانی که کسب علم کرده اند. فرمود نحن الذین اوتوا العلم، ما اهل بیت پیغمبر، ما ائمه طاهرین، اون انسانهای پاک مطهر منور عالم به جمیع علوم قرآنیم که خدا علم به قرآن را در سینه ما ریخته است. لذا امام صادق سلام الله علیه می فرماید بقیت الله در این آیه شریفه امام زمان حجت ابن الحسن است که وقتی می آید شیعیان او موظفن این گونه به او سلام بدن، بگن السلام علیک یا بقیت الله. و امام زمان این نام قرآنی خودشونو خیلی دوست دارن. سعی کنید هر روز صبح که از خواب بیدار میشید یه همچه سلامی به امام زمانتون بدید، مخصوصا اون لحظه‌ای که حضرت از کنار کعبه بر میخیزن، اولین آیه ای رو که تلاوت میکنن بعد از آیه امن یجیب که اذن ظهور رو از خدا دریافت میکنن همین آیه است. میفرماین بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایها الناس انا بقیت الله، انا حجت الله، انا خلیفت الله. و مردم و دعوت به ولایت جدشون رسول خدا و جدشون علی مرتضی و یک ائمه اطهار تا دعوت به ولایت خودشون و قبول امامت خودشون میکنن. اگر کسی در دوران غیبت همچنان که یک شب عرض کردیم ایمان به حضرت بقیت الله آورده باشد و در اون ایمانش کسب خیر کرده باشد، یعنی منتظر زندگی کرده باشد، اهل نماز باشد، اهل روزه باشد، اهل تقوا باشد، اهل پرهیز از گناه باشد، اهل توبه و استغفار باشد، فردای ظهور راحت جواب امام زمان را می دهد و به سوی مولایش می شتابد. و الا امروز فردا می کنی، برم چکامو پاس کنم، برم فلان معامله رم انجام بدم، حیف 10 میلیون سود داره، برم یه سری به پدر مادرم بزنم بعد برم امام زمان رو نصرت کنم. نه، این حرفا نیست. فرمود صدای امام زمان را که از کنار کعبه شنیدید به سوی او بشتابید، ولو حبون على الثلج، ولو مجبور بشید سینخیز رو یخ راه برید. یه وقت امام زمان و ظهور امام زمان رو با ناز و نعمت طلب نکنی، با خوابهای 15 ساعته و 18 ساعته طلب نکنی، اون وقت ممکنه خواب 3-4 ساعت بشه، 2-3 ساعت بشه در طول 24 ساعت.
از الان باید تجربه کنی، تمرین کنی، آماده باش باشی برای ظهور امام زمانت. بی خود امام صادق نمی فرماید انتظر الفرج صباحا و مساء. اول صبح تو با انتظار شروع کن، اول شبتم با انتظار شروع کن. بلکه در سخن دیگری امام صادق با تأکید بیشتری این معنا را به خورد شیعانش میدهد که توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، یعنی تمام لحظات شب و تمام آناء روز را منتظر بنشین، ثانیه شماری کن که کی مولایت از کنار کعبه برمیخیزد. باید آماده باش باشی، باید این گناهی که بر کول بارت اومده و نشسته و بارتو سنگین کرده هر شب با استغفار و توبه سبکش کنی. باید هر روز صبح بعد از نماز صبح دعای عهد را بخوانی و با امام زمانت پیمان ببندی که وقتی آمد او را نصرت و یاری کنی. باید هر روز یه صدقه برای سلامتی امام زمان توی صندوقی کنار بگذاری. باید امام زمان رو شریک در منافع ماهانه خودت سازی. بگو آقا جون من ماهی 1,000,000 درآمد دارم، ماهی 50,000 تومان 100,000 تومان برای شما میذارم کنار. به خدا قسم این کار عجیب برکت و توفیق میاره تو زندگی انسان. من هم خودم تجربه کردم، هم به هر کی گفتم و عمل کرده آثار و برکاتشو دیده. از همین امشب شما تصمیم بگیرید امام زمان رو شریک کنید در تمام منافعی که در طول ماه دارید، هرچی هست. 100,000,000 داری، 1,000,000 داری، 100,000 تومان داری، بگو 5% مال شما، 10% مال شما، 14% مال شما. آقا میخوام دعا ندبه بگی. آقا ما یک کتاب راجع به امامزمان چاپ کنیم بدیم دست جوانای شیعه. آقا میخوام یه مستند بسازیم، یه کلیپ میخوام بسازیم تو فلان شبکه پخشش کنیم. پولش نیست، کار تبلیغی مفید مؤثر جاذبه‌دار علمی برای امام زمان، برای آشنایی شیعیان امام زمان با حجت ابن الحسن. بیاید سرمایه گذاری کنید، خودتون مدیریت کنید، ببینید چقدر برکت میاد تو زندگیتون. شما ببینید خدا در قرآن وقتی که وصف بندگان صالحش را می ستاید چه میفرماید؟ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. جهاد به مال مقدم است بر جهاد به نفس. بعد نتیجه چیه؟ اینا اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. رستگار اینا دوست داره امام زمان گاهی یک کاری براش بکن، یه خط میبرداری برای تعجیل فرجش، برای زودتر آمدنش. یبن الحسن بیا امشب ما رو کمک کن، یاری کن، نصرت کن که بتوانیم شما رو بهتر نصرت و یاری کنیم.